بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه مهندسین عزیز. خب بعد پس از اینکه ما نرم‌افزار ریویت نصب کردیم، حالا آموزش هم در ابتدای این پکیج هم هست، اگر خواستید از سایت هم میتونید دانلود بکنید. بعد از اجرای این نرم‌افزار ما با چه محیطی مواجه میشیم؟ اولا یه توصیه داشته باشم که هر نرم‌افزاری از نسخه‌های جدید ریویت وارد بازار شد که الان ما نسخه 2024 آپدیت 1 هستیم، بلافاصله سعی کنید اقدام به نصب آخرین نسخه نکنید و سعی کنید اولین آپدیت ریویت بیاد و بعد از اون اقدام به نصب نرم‌افزار بکنید، چون باگ‌ها و مشکلات زیادی در نسخه های جدید هستش که با این آپدیت معمولا حل میشه. خب ابتدا از سمت چپ شروع میکنیم که سمت چپ ما بخش مدل رو داریم که ما میتونیم چه پروژه اصلی خودمون میخوایم ایجاد بکنیم به عنوان مدل اصلی، چه میخوایم پروژه قبلی رو باز بکنیم که هر جا مسیح داده شده باشه از این قسمت اقدام میکنیم. در قسمت فامیلی ما فامیلی های خودمون رو باز میکنیم. مد نظرتون باشه که هر چیزی که در به عنوان یک آبجکت در محیط مدل اصلی پروژه شما میبینید، خب اینها فامیلی های متنوع و متفاوتی هستن که در اصل پروژه لود میشن. حتی برگاه های شیت، دیوار، در، پنجره، همه اینها به عنوان یک فامیلی هستن که حالا یا پارامتریک هستن یا غیر پارامتریک، به صورت فامیلی در پروژه اصلی ما وارد میشن. در این قسمت هم خب رسنت فایل ها رو داریم که وقتی ما رو رسنت فایل باشیم اینجا میتونیم در قسمت مدل نگاه اینها رو ببینیم که بعضی از اینها رسنت فایل های مثل این و این مدل که آرکیتکچرال هست، مربوط به رسنت فایل های خود ریویت 2024 هستش. از نسخه 2024 به این ور خب سمپل های مقداری متفاوت شدن و گسترده تر. وقتی شما اینها رو باز بکنید با امکان مطالب زیادی مواجه میشید که خب بحث هم سازه‌ای داره، هم بحث تأسیسات و هم بحث معماری در اونها گنجونده شده. به جز این ما میتونیم از این قسمت فایل اقدام به ایجاد و باز کردن پروژه خودمون بکنیم، چه باز کردن چه ایجاد کردن. یه محیط سوم هم داریم به نام کانسپچوال ماس که خب یک محیط متفاوتی هست که در خود محیط مدل هم میتونیم داشته باشیم که بعدا انشالله به اون هم میرسیم. حالا چه از این طریق ما میتونیم دوباره به محیط هوم برگردیم، چه اگر که ما کنترل دی رو بزنیم شورتکاتش هست میتونیم دوباره به این محیط برگردیم. دیگه از موارد بحث آتودیداکس هست که خب شما باید ساین این بکنید، یک اکانت میتونید در خود سایت آتودیداکس درست بکنید و اینجا ساین این داشته باشید که من الان ساین نیستم ولی بعدا میدم ساین میکنیم. بحث ما این سایت هست که اینم باید ساین باشید و مربوط به مباحث آنالیز انرژی هستش. موارد دیگر که خب حالا بحثای چه چیزی در این نسخه جدید آورده شده، فارمش و اطلاعات آنلاینی که شما میتونید از کار داشته باشید. من برمیگردم به قسمت رسنت فایل و اینجا میخوام یک نیو ایجاد بکنم. نکته ای که اینجا هست اینه که ریویت بر دو مدل دیسیپلین اندازه گذاری کار میکنه، یک دیسیپلین متریک و دیگری دیسیپلین امپریال که ما خب امپریال بر اساس اینچ هست و متریک بر اساس میلیمتر، سانتیمتر و متر هستش که ما بر این اساس میتونیم پروژه خودمون رو باز بکنیم و من اینجا اوکی میکنم یک پروژه سمپل برای خودم باز بکنم. خب اولین چیزی که ما اینجا مشاهده میکنیم اینه که در قسمت پروژکت بروزر نسبت به نسخه قبلی خیلی اطلاعات بیشتر و موارد بیشتری گنجونده شده، از جمله اینکه همزمان که ما معماری رو اینجا داریم بحث کوردینیشن رو داریم، بحث الکتریکال و مکانیکال که بحث تأسیسات یا همون بحث سیستم هستن اینجا به عنوان ویوهای ما گنجونده شده، بحث پلامبینگ هم همینطور نه همه جزء بحث سیستم هستن و همچنین بحث استراکچر ویوهای استراکچر هم در اینجا همزمان گنجونده شده. علاوه بر این شیت هایی رو هم اینجا آماده کرده بر اساس حالا پلن ها و اندازه گذاری های و شیت های مختلف و موارد دیگر. همچنین خب ما تو بحث اسکیجول و لژند هم یه مقدار حالا هم سیمبل های متفاوت اینجا در تمپلیت خودش گنجونده شده و همین که خب ما یک سری از متر برآوردها رو هم به صورت آماده برای ما تو کار گذاشته شده که وقتی ما استفاده بکنیم خود بخود جداول پر میشن که خب یه مقداری کار رو پیچیده کرده. ما در محیط سه‌بعدی هم که وارد میشیم با دو تا سیکشن باکس متفاوت یا اسکوپ باکس متفاوت مواجه میشیم که یکی از اینا برای بحث کنترل ویو و
گرید ها هست که خب اگه گرید ها همیشه داشته باشیم با این سیکشن باز اینها کنترل میشن، و دیگری برای کلیت پروژه به عنوان سیکشن باز ما میتونیم از اون استفاده بکنیم و یک سیکشن باکس کلی رو کار داشته باشیم. من خودم خیلی از این استقبال نمی کنم، چون هم محیط پروژه پروژه من رو شلوغ کرده و هم یه مدل کار اینجا بر من سنگین میکنه و ترجیح میدم از مدل دیگری از تمپلیت استفاده کنم. من مجدد نیو میزنم اینجا، این دفعه به جای اینکه از مدل متریک خود رویت استفاده بکنم بروز میکنم و مدل قسمت دیفالت متریک ساده این رو انتخاب میکنم که با محیط ساده تری ما اینجا مواجه میشیم. خب صرفا ما بحث فلور و سیلینگ آرکیتکچر رو داریم و الیویشن های مختلف اینجا میبینیم و خب مواردی که خالی هستن که به مرور ما میتونیم با اونها کار بکنیم.